درود بر شما. 26 مهر ماه 1398 خورشیدی و 18 اکتبر 2019 میلادی. از شنبه پیش که اعلام شد روح الله زم مؤسس کانال تلگرامی آمد نیوز رو دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی دزدیده و اسیر کرده، هر شب بلا استثنا سیمای آقایون در ایران یکی دو تا فیلم و مثلا گزارش پخش کرده اند از گزارش ها و گمان زنی ها از رسانه های دیداری و نوشتاری خارج از کشور در تمام طول هفته گذشته. یعنی بنده گلاب بروتون با اصحاب خورد نشستم دونه دونه اینا رو نگاه کردم، هم رسانه های خارج از کشور، هم سیمای جمهوری اسلامی، کانال های مختلفش رو در بله. مهمترین خبر بیشتر رسانه های ماهواره‌ای و خارج از کشور به طور کلی همین موضوع چگونگی روبوده شدن روح الله زم بوده. ده ها مقاله نوشته شد، ده ها ساعت بحث شد تو این کانال و اون کانال تلویزیونی و ماهواره‌ای که روح الله زم رو چجوری دزدیدن. هر کی هم یه چیزی میگه که با حرفای اون یکی جور در نمیاد. این دقیقاً چیزیست که جمهوری اسلامی میخواد، یعنی دور شدن از اصل خبر، در دایره ابهام و حدسیات چرخیدن و از هر موضوع مهم دیگری غافل شدن. تروریستا کارشون همینه، یه بمبی یه جا منفجر میکنن، چند نفر رو میکشن، حالا اینجا بمب خبری منفجر میکنن، یه بمب یه جا منفجر میکنن، دیدین دیگه هر جا تو افغانستان یمن این بره، چند نفر رو میکشن یا یکی رو گروگان میگیرن، آدم ربایی میکنن که چی بشه؟ آیا سرنوشت اون مملکت با اون بمب عوض؟ نه، تا جلب توجه بکنن، تیتر خبرگزاری ها و نقل محافل اهل سیاست بشن. سوء استفاده از خبر یک اقدام تروریستی، این بخشی از جنگ روانی جمهوری اسلامی است. درست به همین دلیله که این هفته برنامه صفحه آخر درباره روح الله زم و آمد نیوز نیست. میریم سراغ چگونگی مبارزه نکردن دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با یک شبکه دزدی کلان که یک سرش در امارات، یک سرش در ایران، در شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی. یه نمونه از چگونگی خارج کردن چندین میلیارد دلار ارز از کشور، یعنی از سفره شما. بعدم زیر تابلوی تحریم بدبخت کردن بیشتر مردم در داخل کشور، خودشون هم میلیارد میلیارد ارز رو برمیدارن کشور خارج میکنن. باری پرده آخرم خواهیم داشت آخر برنامه. تقدیمی این هفته در چند روز گذشته در اثر حمله نظامی ترکیه به مردم کردستان سوریه، آمارهایی که میدن که واقعا آمار دقیقی هم حتی نیست، 300 هزار نفر خونه زندگیشون رو از دست دادن و زیر آتش توپ و تانک آواره شدن. تو 5 روز فقط بیش از 400 نفر غیر نظامی کشته شدن. 70 هزار بچه زیر 10 ساله جزو آواره هان، نمیدونم چند تا بچه جزو کشته شده هان. خونواده های آواره که با وحشت جنگ و اسیری فرار کردن چجور زندگی خواهند کرد؟ چجور زندگی میکنن؟ بعدن با چه روحیه زندگی میکنن اگر زنده بمونن؟ کی به فکر این چیزاست؟ تقدیمی این هفته به مردم کرد. دتاری دهاتم
روی وان گردی دل وان رش جخوا شیرین زاروک شیار کرن باو برا کشتن خوشک دایک برن ناموسه شرفه رسن شنگال ناموسه پیش روژه جیان کردستان ای که چو خورتین مه ای لوانین کرد ای گلی کردستان نهلین کردستان جدستر ای پیش مرگه ای گریلا کردستان دی سالان لدستی مما بو وک بهشتک آلا نهلین تک بچه همو بیک دنگو یک دست بن کردستانی بپاریزن هیویه بلن بکن دید بیره پوشیمانی بندستی استخاری وره نهیلن برندن و برخو بدن برخودان جیانه یان کردستان یان نمان یان کردستان یان نمان بله، میرن یه شرکت ثبت میکنن با سرمایه یک میلیون ریال 100,000 تا تک تومن، یعنی هیچ. بعد به اسم اون شرکت با زد و بند از بانک میلیاردها تومن پول میگیرن. یه راه دیگه هم رایجه تو جمهوری اسلامی واسه غارت، به اسم خصوصی سازی کارخونه های بزرگ رو مفت خری میکنن. اینجوری هم از تولید اون کارخونه میخورن تا زمان که تولید میکنه، چون همه شونو بدبخت کردن، هم کارخونه رو اگه بخوان بفروشن هرچی پول گیرشون بیاد جیرینگی میره تو کیسش خودشون، هم به اسم اون کارخونه هم کلی ارز دولتی میگیرن تو صرافی های ایران و امارات میچرخونن، با کم و زیاد شدن نرخ ارز سودای عجیب غریب میبرن. از کجا؟ از پول اولیه‌ای که از بانک گرفتن، یعنی از سپرده های شما، تا مثلا ماشین آلات وارد کنن. دکتر حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه در تهران. وقتی میگن خصوصی سازی ما تنمون میلرزه، برای خاطر اینکه معلوم پسر این وزیر نمیدونم دختر خاله اون نوه این برادر رئیس جمهور پسر عموی اینا هنوز نیازمند سرمایه های بزرگ هستن، با اینا رو بس به سمن بخص از یه جایی گیر بیارن. کارخونه ماشین سازی تبریز رو 8500 میلیارد تومان کف ارزشش بوده با 650 میلیارد تومان فروختن و بعد تازه این پول نداده که رفته وام گرفته که پول تا پول اینا رو نده و بسبندی کرده بده. اینجوری نبوده که تأمین مالی دولت بشه. دولت هیچ وقتی از خصوصی سازی پولی گیرش نیومده. ببینید، دو نکته مهم تو این صحبت‌های دکتر راغفر بود. یکی این که خصوصی سازی اسم مستعار غارت منابع تولیدی و کارخونه‌ها به دست مسئولان حکومت و خانواده‌هاشون، همون حلقه کوچک خودی‌ها. دومین نکته این که دولت که قاعدتاً باید از طریق فروش شرکت‌ها و کارخونه‌های دولتی کمبود خزانه‌اش رو جبران بکنه و به عنوان دولت رقابت در بازار رو افزایش بده و کنترل بکنه بازار رو، اصلا نه پولی گیرش میاد نه اصلا کنترلی رو بازار میتونه داشته باشه. پول که گیرش نمیاد، چون کسی که فلان کارخونه دولتی رو میخره که پول نمیده، یه پیش قسط اندک میده اگه بده، بقیهش هم قرار میشه قسطی بده که نمیده.
دیگه اینقدر گفتیم شما باید حفظ باشین. از لاستیک دنای شیخ محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان و منصوب رهبر معظم انقلاب که یک قرون نداد گرفته تا هفت تپه و ماشین سازی تبریز. پس چرا دولت این کارو میکنه؟ چون این روند چند دهه است. چون دولت فقط یه اسمه. آدمای اصلی حکومت مافیایی جمهوری اسلامی فردن، نه نهاد. یارو میشه دبیر شورای عالی امنیت ملی، یک فرده. همه اطلاعات بازار پولی و اطلاعات اقتصادی و امنیتی کشور زیر دستشه. بار خودش و خانوادهش رو تا هزار سال دیگه میبنده. تو سیستم مافیا این شغلا سرقفیه یه عمر رو داره. اون یکی میشه رئیس کل بانک مرکزی، همه خانوادهش رو میفرسته کانادا و استرالیا با اطلاعات مالی و قدرت تصمیم گیری که داره، هر چی میتونه میدوزه میفرسته خارج تا بعد که اوضاع تنگ شد خودش هم بزنه بره. درباره هر دو اینا شمخانی و سیف میگم. علی شمخانی 64 ساله فرمانده سپاه خوزستان بود در جریان جنگ ایران عراق. بعد از جنگ تو فرماندهی سپاه موند، شد وزیر سپاه پاسداران، شد فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه. و اون چیزی که قلفدی شمخانی رو وارد مافیای اقتصادی کرد، یعنی با قدرتی که بهش داد و دست باز، وزارت دفاع در دوره محمد خاتمی بود. هر دو دوره 8 سال وزیر دفاع دولت خاتمی بود شمخانی. بعدم با رئیس جمهور شدن روحانی تو این از 92 به این ور شد نماینده رهبر، حوالی 93 شد نماینده رهبر معظم در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا. شورای عالی امنیت ملی بالاترین رکن اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی است و تصمیم گیر. برای اینه که این نماینده رهبر در اونجاست. درجه نظامی شمخانی سرلشکری است. میگن که 14 نفر هستن تو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که سرلشکرن، یکشون هم حاج علی آقا شمخانی. خب یه دوستی میگفت که واقعا بیایم فرض کنیم که این شمخانی 40 ساله که در سپاهه، یعنی 480 ماه. از روز اولم که عضو سپاه بوده و دوره وزارتش رو هم، هر ماه حقوقش بوده 500 میلیارد تومان. فرض کنیم دیگه حقوقش انقدر بوده، مجموعا میشه چقدر مگه تو تمام این 40 سال؟ میشه 240 میلیارد تومان. این آدم چجوری ممکنه 75 تا کشتی باربری داشته باشه؟ به اسم خودش نخیر، به اسم پسراش و یه چند تا دیگه که حالا یکی یکی میگم براتون. بذارین اول بگم که این همه پول در واقع این چه میدونم چی اسمشو بذاریم، حالا این کشتی و بعد اموال و فلان و اینا رو چجوری در آوردن اینا؟ یه شرکت درست میکنن به اسم ادمیرال گروپ که هر وقت وبسایت این شرکت رو باز میکنی، مثل الان که بازش کردیم، نوشته وبسایت در حال ساخته شدن است. اطلاعات نداره، اصلا وبسایت جلو نمیره. به اسم این شرکت ادمیرال گروپ و رانت نماینده رهبر معظم در شورای عالی امنیت ملی، خانواده شمخانی میشن یکی از فروشنده های محصولات پتروشیمی. کالا رو از هولدینگ خلیج فارس میگیرن که یه هولدینگ سپاهی دولتی است و پردرآمدترین هولدینگ پتروشیمی در ایرانه و اصلا دومین در رده پردرآمدترین هولدینگ ها پتروشیمی و غیره، این هولدینگ خلیج فارس دومینه. کالاهای پتروشیمی رو میفروشن به جای اینکه بعد از برداشت پورسانت خودشون پول فروش رو برگردونن به هولدینگ خلیج فارس، میرن کشتی باری میخرن با اون پول. از اول نفکش میخرن. از سال 91 راه انداختن اینو، سال 93 ببخشید. با هر کشتی باری که میخرن کالاهای بیشتری از پتروشیمی میگیرن و میفروشن. میدونین که پتروشیمی هم تا این اواخر تحریم نبود. در عرض 3 سال
میشن اولین لیفتر پتروشیمی کشور، اولین بارزن و در واقع باربر پتروشیمی کشور. بعد کم کم شروع میکنن پول پتروشیمی خلیج فارس رو پس میدن، اونی که از اول گرفتن. یعنی چی؟ یعنی ببینید پول کالا رو دادن، کشتی خریدن، هی دونه دونه دونه. بعد پولی که بابت حمل بار بارهای بعدی باید میگرفتن از پتروشیمی، پتروشیمی باید بهشون پول میداد که مثلا این بار پتروشیمی هم که از اینجا مثلا به چه میدونم عمان مثلا فرض کنید، اون پولو زدن به حساب بدهیشون بابت اون کالاهای اولیه‌ای که از 3 سال پیش تا حالا از پتروشیمی میگرفتن. همینجوری میانجون. حالا بخشی از نفتی هم که حمل میشه از ایران و خارج میشه همین خانواده شمخانی انجام میدن. همین یه ما پیش دو ما پیش بود که بعضی رسانه‌های داخل ایران مطالبی منتشر کردن درباره پیدایش بابک زنجانی های جدید با فروش نفت بدون ضمانت. یکیش اینه دیگه، روزنامه دنیای اقتصاد. یکی از این مافیاها مال خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی، بیشتر کارش هم با اسم پسراش انجام میده، مثل هر رئیس مافیایی. شما همه باندهای مافیایی در همه جهان، مافیای مواد مخدر، مافیای اسلحه، نمیدونم مافیای نفت، مافیای همشون کاراشون اساساً به اسم خانواده‌شون میکنن. پسر داشته باشن پسرشون، پسر شمخانی هم هیچ فعالیت اقتصادی نداشتن تا دولت اول روحانی که باباشون شد دبیر شورای عالی امنیت ملی. شمخانی بعد از طلاق دادن زن اولش دو تا زن داره الان، از یکیشون 4 تا بچه داره، 2 تا دختر 2 تا پسر، از زن دیگه 1 دختر داره. بخشی از اموالش به اسم دختر و پسرشه، بخش دیگه‌ش هم به اسم یکی از داماداشه، اون آقای معروف حسن میر محمد علی که قبلا دربارش مفصل حرف زدیم، درباره ویلاهای لواسون و غیره. تو انگلیس و امارات هم چند تا خونه لاکچری داره واسه روز مبادا همین شخص. این برای نمونه سند یکی از آپارتمان‌های کوچیکیه که نقلیه که همین سید حسن محمد علی تو دبی داره، داماد شمخانی. 2,700,000 درهم ناچیز که البته قیمت سندیشه فقط که دارین میبینین واسه کم شدن مالیات. تو امارات مخصوصا تو امارات خیلی رایجه که کم میزنن قیمت چون مالیات خونه بالاست. خب قطعا خیلی بیشتر از این هست این قیمت. کم کم بگیریم همین یه مورد نقلی حدود 10 میلیارد تومن. این سید حسن میر محمد علی واقعا نمیدونم سرش به کجاهای دیگه بنده. این کپی کارت اقامتش تو جمهوری چک، آخه اونجا چی میخوای تو؟ جمهوری چک چی میخوای؟ من نمیخوام جمهوری چک رو متهم کنم به اینکه در داخلش راحت میشه چگونه مثلا چه قاچاقی انجام داد یا کشورهای همجوارش مثلا چی کار میشه باهاشون کرد فلان، ولی تو جمهوری چک چه میکنی آقای؟ دیگه خودتون برین دنبال کنین دیگه که مافیای روس در جمهوری چک چقدر نفوذ داره و چه میکنه و رابطه نزدیک گلپسرهای نظام مافیای جمهوری اسلامی با مافیای روس رو هم داشته باشیم. من یکی دو تا اشاره تو این برنامه خواهم کرد ولی خواهش می‌کنم نخواهیم که بیشتر از این برم جلو درباره کشورهای اروپای مرکزی. دو تا گلپسر علی شمخانی، یکی حسن شمخانی که گرین کارت آمریکا رو داره، بین ایران و دبی جابجا میشه. اسمش تو گذرنامه و اسناد ثبتی ابوالفضل شمخانیه. یه گلپسر دیگه ممدوسین شمخانی پاسپورت آنتیگوا رو داره، بغل سنکیتس با $100,000 میشه از آنتیگوا پاسپورت گرفت. گلپسر ممدوسین شمخانی اقامت آلمان رو هم از طریق علی انصاری گرفته.
آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی زمانی که وزیر دفاع بود یه آدمی تو وزارت دفاع بود به اسم رهبر مدنی. این آدم مأمور میشه برای چندین سال همون موقع تو لبنان به عنوان مسئول دفتر هواپیمایی هما. الان این رهبر مدنی بازنشسته است اما پوشش بخشی از اموال شمخانه است. دو تا پسر داره به اسم محمد رضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی. بخشی از کشتی ها و اموال شمخانه به اسم این دو تا پسر. محمد رضا تو ایران، علی تو دبیه. بذارین عکساشون رو نشون ندیم، همین اسم کافیست. علی شمخانی یک صرافی داره به اسم تضامنی میمره و شرکا در دبی و تهران دفتر داره. همه کارهای دبیش دست آدمیست به اسم قربانی زاهد، حالا اسم کوچیکش بمونه. رئیس هیئت مدیره و تصمیم گیر اصلی صرافی این آقای، خب دیگه نوشتن دیگه، حسین قربانی زاهد، همسن و سال و یار غار ممد حسین شمخانی، پسر علی شمخانی. نمیدونم دنبال کردین یا نه دادگاه، یعنی محاکمه احمد عراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود و برکنار شد و محاکمه شد به اتهام اخلال در بازار ارز کشور. هم تو دادگاه هم تو مصاحبه با مطبوعات گفت که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده به روحانی، اونان رئیس جمهور، و از طریق رئیس جمهور به سیف بانک مرکزی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل سابق، که چی بشه؟ که تو بازار ارز فردایی دخالت کنین. بازار ارز فردایی چیه؟ خیلی مهمه دونستن این، من کوتاه خدمتتون عرض میکنم. بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین میکنند و تحویل آن موکول به یک روز بعد میشود در بازار، در به فردا می شود. در بازارهای اینچنینی فیزیک ارز جابجا نمی شود. امروز خریدار و فروشنده قراری می گذارند و فردا که موعد تسویه می شود متناسب با قیمتها ما به تفاوت ریالی را مبادله می کنند. در نامه‌ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهر ماه 96 خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردند به صراحت نوشتند که به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به صورت پوششی مداخله کند. آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند. بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تأیید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد. ببینید مافیا تا کجا رفته. یکی از مهمترین چیزهایی که یک سوداگر، یک دلال پول باید بدونه تا بتونه بازار ارز رو جیرینگی بریزه تو جیبش، اطلاع داشتن از بالا پایین رفتن قیمت ارز تو بازار. اگر پیش بدونه که دیگه فبه ها. این بازار فردای ارز به قول آقایون که سال 94 تا 96 به گفته احمد عراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی تو همون دوره روزانه 500 میلیون دلار ارز جابجا میکرد، روزی 500 میلیون دلار، به نفع کی بود و به نفع کیه؟ به نفع کسی که از فردای قیمت ارز اطلاع داره، یعنی سیف رئیس کل بانک مرکزی یا این همتی امروز رئیس کل بانک مرکزی، یعنی شمخانی که مستقیم گزارش بازار ارز رو داشت و داره، یعنی به طور خلاصه بخش عمدهش رو شمخانی هماهنگ میکنه، بخشش رو سیف هماهنگ میکرد، الان نمیدونم همتی همون خط رو داره ادامه میده یا نه. عملیات اجرایش هم علی انصاری انجام میداد. علی انصاری که معرف حضورتون هست، حالا خواهید دید عکسش. اینا میان شرکت های ثبت میکنن با سرمایه بسیار کم. سرمایه بعضی از این شرکت ها اشاره کردم 100 هزار تا تک تومانیه. به اسم بعضی شرکت ها فقط وام و تسهیلات میگیرن، بعد تغییر نرخ ارز تسهیلات رو تسویه میکنن و منحل میشن. چجوری؟ شرکت مثلا سرمایه آوین
5 میلیارد خوردی، بالای 5 میلیارد تومان بدهی بابت تسهیلات سررسید گذشته به بانک آینده داره. سرمایه تأسیس شرکت چقدر؟ 100,000 تومان. 100,000 تومان گوشه 5 میلیارد چی جوری؟ شرکت دیگه، شرکت پیمان پایه نیکان منحل شده، با 100,000 تومان ثبت شده. این هم این کلان یکی دیگه از شرکت های بچه های شمخانی در ایران. همه این شرکت های سوری یا به اسم پسرهای شمخانی یا به اسم اقبالیان راننده علی انصاری. علی انصاری بیش از واقعا بیش از 100 تا شرکت عنکبوتی درست کرده. هر کدوم از این شرکت ها که ظاهرا مستقلن مالکیتشون در چند لایه میرسه به علی انصاری. این شرکت ها رو میرن به بانک معرفی میکنن و به همین دلیل هم بانکداری خیلی مهمه برای این افراد اصلی مافیا. باید بانک داشته باشن. بانک آینده مال خودشه، مال انصاری، علی انصاری. حالا خواهم گفت که چجوری دستش تو دست سیف و شمخانیه. بعد وام های کلون میگیرن بدون اینکه به اسم همون شرکت ها، بدون اینکه وثیقه بذارن، وثیقه معتبر بذارن. یعنی سرمایه مورد نیاز فعالیت های اقتصادی مافیای علی انصاری از محل سپرده های مردم تأمین میشود. مثال بزنم، ببینین مدارکی هست که بله اینا مدارک شرکت هایی است که وجود خارجی ندارن. شرکت هاشون، شرکت هایی که با یک واسطه وصل میشن به علی انصاری. بعد این شرکت ها چجوری به وجود میان و چیکار میکنن؟ مثلا شرکت پترو صنعت صدر از نظر حقوقی شرکتی است با مسئولیت محدود و سرمایه معادل 20 میلیون تومان. بدهیش به بانک چقدر؟ 68 میلیارد تومان و نه میشه چند برابر. بانک تسهیلات دهنده که بانک آینده. این شرکت اصلا وجود خارجی نداره، کاملا ساختگی. از سال 1386 که ثبت شده تا حالا هیچ فعالیتی نداشته. مدیر عامل شرکت یه آدمی است به نام کیوان اقبالیان که گفتم راننده علی انصاری. ببینین شرکتی که وجود خارجی نداره 68 میلیارد تومان به بانک بدهکاره، به همین بانک آینده. یه همچین شرکت که فقط رو کاغذ اومده، یکی از انبوه شرکت‌های ساختگی علی انصاری و شرکاست تا به اسم این شرکت‌ها سپرده‌های مردم از بانک‌ها بکشن بیرون. علی انصاری مجری این طرحه. شرکاش مهمن که برنامه ریز و هماهنگ کننده این جنایت علیه مردمن، همین شمخانی و سیف و امثال هم. کلی هم وثیقه های قلابی درست میشه برای ارائه به بانک. اگر یه وقت سازمان بازرسی مثلا ورود کرد چه میدونم، و یکی توشون بود که حالا خواهم گفت برای نمونه یکیشونه که هستن آدم حسابی تو همین سیستم که راه نعیمت با اینا بعدن کلش کنن، به هر حال اون نیاد کشف بکنه. یه دفعه سری وثیقه قلابی درست میکنن برای اینکه بدن به بانک و مثلا معرفی کنن و اگه وام بگیرن اینا. یک نمونه همین پروژه مرکز خرید ایران مال که اینقدر سر صدا شد برای اینکه اینجا رو آقای علی انصاری بسازه. اینا که خودشون پول نمیدن که، خود پروژه رو به عنوان وثیقه به بانک آینده میده، یعنی به بانک خودش، با ارزشی که میذاره روی ایران مال، یعنی روی سندش یه ارزش سوری میذاره چون ساخته نشده بود که 10 میلیارد دلار. بعد قانون واسه بانک ها در وثیقه گذاریشی میگه، میگه اولا وثیقه ارائه شده در قبال تسهیلات وام بانکی باید بشه نقدش کرد، که اصلا هم چیزی وجود نداره در مورد ایران مال نداشت. و دوم این که این ارزش گذاری باید فرایند قانونی داشته باشه، روند قانونی داشته باشه، دنبال بشه. هیچ کدوم اینا انجام نشد. ور میداره سند رو میبره تو بانک خودش، مسئول نمام چه میدونم اتینای بانک خودش در این زمینه فلان امضا میکنه، 10 میلیارد دلار قیمت میذاره برای ایران مالی که میخواد ساخته بشه. بعد میگه که بر اساس این 10 میلیارد دلار خب اینقدر میگیرم از بانک خودم. بدبخت مردمی که تو این بانک پول گذاشتن و داره با پولشون این علی انصاری این مافیا داره کار میکنه با این. بعد خب همه این کارا چجوری میشه؟ ارزیابی رو باید بده به بانک مرکزی، بانک آینده.
و میده و با هماهنگی رئیس وقت بانک مرکزی آقای ولی الله سیف پروژه ایران مال به عنوان وثیقه به بانک آینده داده می شود در قبال 10 میلیون دلار. یعنی در صورت عدم بازپرداخت بانک می بایست مرکز خرید ایران مال را ضبط کند و برای تأمین خسارت بفروشد. کدوم بانک؟ بانکی که مال خود صاحب ایران ماله و یعنی در هر صورت این دزدی از سپرده های مردم که انجام میشه. ببینین تا سقف 10 میلیارد دلار میتونه از بانک آینده، من نمیدونم واقعا چقدر گرفته از بانک خودش، نه همه سپرده های شما رو هاپولی کنه توی جریان بندازه مثلا به اسم ساخت ایران مال. 10 میلیون دلار به اسم اون گذاشته، 10 میلیون دلاری که گرفته یه قلم از بانک آینده و ادامه داره دیگه. بانک مال خودشه و سیف هم که بود و من نمیدونم میگم با همتی داره چیکار میکنه باری، ولی بالای سر اینا به هر حال شمخانی نشسته. در جریان این ماجرای ایران مال یه آدم درستی پیدا شد که یه مدت بازرس شهرداری تهران بود، فکر میکنم یه بار یه که صحبتشو پخش کردیم تو برنامه، یقه این کلاهبرداری کلون از مردم رو چسبید. اعلام شد که مرکز بزرگ ایران مال دارد افتتاح می شود. سریع اومد سخنرانی کرد برای همون مسئولین. انتقاد شدید مدیر کل بازرسی شهرداری تهران در خصوص دعوت مالک یک مجتمع متخلف از مسئولان شهری برای شرکت در مراسم افتتاحیه. شیرازی میگوید چگونه مالک مجتمع تجاری ایران مال با ده ها هزار متر تخلف به خود اجازه داده مدیران عالی شهرداری را برای مراسم افتتاحیه دعوت کند. چگونه تو یک سیستمی یک مالی ساخته شده ده ها هزار متر این مال تخلف داره و متاسفم بگم که با کمال وقاحت دعوتنامه میزنم و مدیران عالی شهرداری تهران و شورای محترم شهر تهران رو فردا به جلسه افتتاحیه دعوت میکنن و روزنامه همشهری و ایران اطلاعیه اون مال رو چاپ میکنه. یک مالی که ده ها هزار متر تکلف داره و نامه شهردار منطقه زده و به سمت ماده 100 رفته و در واقع باید جلوی ساخت ساز این مال تکلف شده تکلف داشته گرفته بشه، با چه تدبیری فردا قرار افتتاح بشه؟ این آقای شیرازی کله شد با استعفا در تیر 1397. ایشون کله شد، ایران مال افتتاح شد. اینجوریه این مملکت. فقط هم این نیست، پولایی که به اسم وام و تسهیلات گرفته میشه خرج ایران مال میشه، کلیش از کشور خارج میشه و این اصل تلاش این باند مافیایی حاکم بر سرنوشت 84 میلیون نفر جمعیت به اسم این شرکت های سوری بدون هیچ ضمانتی از بانک آینده که مال خود علی انصاری است میرن وام میگیرن. گفتم یک جا هم نگرفتن، یک جا نمیگیرن. برای مثال 50 میلیارد تومان میگیرن، بعد به اون متمم میزنن 100 میلیارد بهش اضافه میکنن، برای اینکه اول با مبلغ پایینتر راحت تر از مراحل دریافت وام و تسهیلات بانکی عبور بفرماین. بعد بانک آینده این وام رو چجوری میده و همچنان داره میده، چک تضمینی صادر میکنه به اسم فرد، میدونین به اسم شرکت اینو مثلا میرن تقاضام به اسم شخص چک تضمینی صادر میکنه. یعنی شما 50 میلیون تومان تسهیلات گرفتین از بانک، میگین 30 میلیون تومانشو یه چک تضمینی بدین به آقای حسین قلی میرزا، 20 میلیون دیگه شام یه چک تضمینی بدین به خانم زهرا زینبی مثلا. بانک این اجازه رو نداره. بانک وقتی وام و تسهیلات به یه شرکت میده به اسم شخص نمیده، به شخصیت حقوقی میده برای کار مشخص. همه جای دنیا اینجوریه. حالا اینا چیکار کردن؟ بانک آمده در وجه 60-70 نفر چکای 1.5 میلیارد صادر کردن این بانک آینده. چرا برای 60-70 نفر واسه رد گم کنی؟ اینا این چکا رو میگیرن بعدن همشون رو تحویل یک نفر میدن. ببینید این شخص آقای فرزاد کماچالی که ظاهرا پیک موتوری یک صرافی ظاهرا
این میره این چکا رو جمع میکنه تک تک از کسایی که این چکا به اسمشون صادر شده، معادلش رو در دبی درهم میده از طریق صرافی تضامنی فلان که عرض کردم که الان در امارات داره با چندین شرکت زیر مجموعهش کار میکنه، از پتروشیمی و کشتیرانی گرفته تا برج سازی. بعد همه اینا معادل درهمی چکاشون رو از کجا میگیرن؟ از شرکت مریلند اینترنشنال میگیرن که به اسم یه نفر، یه شرکت سوری به اسم یک نفر، آقای خشایار ضیاظریفی. ضیاظریفی سپاهی بود، تو سپاه بود زمان محمد خاتمی، تو شورای شهر بود و تو سازمان ترافیک بود و رفت آمریکا و پاسپورت آمریکایی گرفت و الان با پاسپورت آمریکایی در امارات زندگی میکنه. شرکت مریلند اینترنشنال به اسم خشایار ضیاظریفی است، ولی توی نامینی اگریمنت این شرکت، یعنی وکالتنامه، ضمانتنامه، میبینین دیگه، قید شده است که همه منافع این شرکت فقط متعلق به آقای علی انصاری است. اومدن به شرکت مریلند معادل درهمی چک دادن. این چت آقای خشایار ضیاظریفی است با علی انصاری، میگه 17,283,000 فلان درهم دریافت شد، خدا برکت بده برادر مستضعف. ببینید در عرض یک روز چند تا چک و چه مبلغی در وجه مریلند اینترنشنال صادر شده. چند تاشو فقط نشون بدیم. این انبوه این چکاست. اینا همه تاریخ 18/12/2017، 18 دسامبر 2017 رو دارن، یعنی یه سال نیم پیش، و همه در یک روز. تاریخ باز این چکا 17 دسامبر 2017 رو دارن، یه روز قبلش. مبلغ این چکا از حدود 1,000,000 درهم تا بالای 3,500,000 درهمه، 3,500,000 درهم. من نمیدونم چند تا چکه، ولی حالا بخشی از مجموعه اینا رو میشه حساب کرد که ببینین اینا همه کپی این چکاست. اینم که مال صرافیایه که این وسط پولو دادن. حالا اشاره میکنم دو وقت هست. ببینید وقتی قیمت ارز اومده بالا، اینا بخشی از اون پولو فروختن. یعنی مثلا با دلار 5,000 تومان 200,000,000 تومان تحصیلات میگیرن به اسم شرکت. بعد دلار که میشه مثلا 17,000 تومان، پولشو میشه نزدیک 4 برابر. بعد اگه تو معاملات ارزی بندازنش که اصلا پولو میبرن دبی که همین معاملاتو بکنن، با یه خرید و فروش ریال و درهم یک روز سرمایهشون رو 4 برابر میکنن. بعد با 1/4 این سرمایهی که پولی که الان دارن، با 1/4 همون پول اولیه گرفتن، یعنی اون 5,000,000، میرن اون وامی رو که از بانک گرفته بودن پس میدن. یعنی 1/3 میرن، 2/3 نگه میدارن، یا 1/4 میرن، 3/4 دیگه خوردن، دیگه سود کردن مثلا از فروش فلان. بعدم شرکت رو منحل میکنن که دیگه ایش رد پایی نمونه. مثلا ببینین پولی که از کانال واسطه که اینجا صرافی آریاس ریخته میشه به حساب مریلند اینترنشنال در دبی همون روزهای 17 و 18 دسامبر 2017، مجموعاً 34,572,170 درهم به حساب شرکت مریلند اینترنشنال تو دو روز، یعنی به حساب شخص علی انصاری. اینجوری ارز خارج میشه با همدستی علی انصاری و سیف و شمخانی. بخشی از این درهمو میدن در ایران ریال تحویل میگیرن و شرکت رو تصفیه میکنن و بعدم منحل. بعد این پولو که در عرض 2-3 ماه شده 4,000,000,000,000 تومان منتقل میکنن به کانادا و استرالیا، بخشش به کانادا به اسم خانم حمیده سین که قیمت فقط یک آپارتمان که در مرکز شهر تورنتو خریده 12,600,000 دلاره. خانم حمیده سین همسر علی انصاری است. این پولا اینجوری جابجا میشه. علی انصاری یه مقدمه، یه توضیح کوتاهی بدم در باره رابطه اینا با مؤتلفه.
همیشه پای پتروشیم مختلفم هست. علی انصاری از طریق واعظ آشتیانی نماینده مجلس وصل بوده است مدتی طولانی به مجلس. یک کانال دیگه‌ش هم قدرت علی خانی نماینده سابق مجلس. خواهر علی انصاری با پسر قدرت علی خانی ازدواج کرده. رابطه علی انصاری با علی شمخانی واعظ آشتیانی است که شاید شنیده باشیم به اسم حسن آشتیانی میشناسنش اطرافیانش از مختلف است. از دفتر دبی علی انصاری همین آقای واعظ آشتیانی ماهانه پول دریافت میکنه. رسیدای داخلی اینا هست با تاریخ‌های مشخص هر ماه به طور منظم که البته مبلغش زیاد نیست حیوانی ماهی 30,000 درهمه که الان باز واعظ آشتیانی میخواد بره مثلا تو مجلس و انتخابات حامی مالیش هم همین علی انصاری. علی انصاری رو میدونین که مردم با بانک تات شناختنش دیگه، بانکی که به دلیل مشکلات در شفافسازی سهامداران منحل شد و به جای آن بانک آینده به وجود آمد. بانک آینده در سال 1391 در پی ادغام بانک تات، مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی تأسیس شد. یکی از نکات جالب توجه این بانک جذب بیش از 122 هزار میلیارد تومان سپرده است که معادل 10% کل سپرده های جذب شده توسط کل بانک های حاضر در کشور است. با این وجود پارسال دوباره علی انصاری میخواست اعلام ورشکستگی کنه، بانک آینده را مثل بانک تات منحل اعلام کنه، پولا رو بزنه به یک زخمی شاید. شاید هم شده که کشور فرار کرد و بعد یکی اومد تو سیمای آقایون گفت نه من امروز تو امین و ضرب دیدمشو. بعد بارها تظاهرات شد جلو بانک آینده، سپرده گذارا حراسان از اینکه پولاشون اینجا هم که میگن وضعش خوبه خورده شده. بعد کم کم سر و صدای ورشکستگی هم خوابید. این که وضعش خوبه، این بالا بودن میزان سپرده‌های مردم تو بانک آینده که میدونی قبلا گفتم به شیوه رانتی که اسمش رو تو سیستم بانکی میگن شیوه پونزی انجام میشه، یعنی برای یک دوره معین بانک مرکزی اجازه میدهد به فلان بانک بهره بیش از سقف بهره بانک‌های دیگه به مردم بده این بانک. اینجوری مردم میرن تو اون بانک سپرده میذارن، بعدم نرخ بهره بعد از مدت معین اندکی میاد پایین که برابر بشه با سقف بهره بانک‌های دیگه، ولی تو همون دوره این برده. این امتیاز چرا بانک مرکزی با اجازه شمخانی شورای عالی امنیت ملی به انصاری بانک آینده میده داده؟ علی انصاری و علی شمخانی همیشه با مؤتلفه رابطه خوبی داشتن، البته چون مؤتلفه همیشه خیلی بوی پول میده. علایالدین میر محمد صادقی معروف به حاج آقا علا که تو مؤتلفه است و رئیس سازمان اقتصاد اسلامیه که متهم شد به بالا کشیدن 3000 میلیارد تومان از پول صندوق‌های قزل‌حسنه، شده عضو هیئت امنای ایران مال که مال علی انصاری. من تونتون میگم رابطه‌ها رو خودتون دیگه جمع کنین دیگه. اینجا دو تا مؤتلفه ای داریم، یکی حاج آقا علا، یکی دیگه واعظ آشتیانی. چرا مؤتلفه مهمه اینجا؟ چون صادرات پتروشیمی هنوزم دست مؤتلفه است. پسرای شمخانی از معامله با پتروشیمی شدن مالتی میلیاردر. رابطه شمخانی و انصاری از طریق واعظ آشتیانی برقرار است. بخشی از سهمش رو شمخانی از طریق شرکتاش در دبی میگیره، بخش دیگه‌ش رو علی انصاری براش خونه و برج و پاساژ میسازه توی زمین 2600 متری تو خیابون فرشته تهران. یک پاساژ و مرکز خرید ساخته میشه، داره ساخته میشه، ملک به اسم آذر خانوم، آذر میدخت، زن دوم علی شبخانی، یعنی زن سومش، حالا زن دومی که داره، دو تا زنی که گفتم. سازنده این مرکز خرید که علی انصاری میاد مفت مجانی براش میسازه، اینجوری سهمش میده. بی خود نبود که داد بچهای اسکان نیوز هم در اومد که آخه شمخانی من چقدر درآمد داری که فقط یکی از خونه های خانوادگیش باید تو الهیه باشه. گرونترین و لاکچریترین منطقه فکر میکنم کله ایران. توی این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری این پروژه رو شما مشاهده میکنید. حالا این پروژه برای کیه؟ برای آقای حسین شمخانی، فرزند آقای شمخانی، امنیت ملی. دوستانی که میان همیشه حرف از تحریم و سایر غذایا میزنن، دشمن و اینجور چیزا، اینم ببینن. ببینین این ملک و این قصر 1500 میلیارد تومانی مال کیه؟ زینب شمخانی، ابوالفضل شمخانی یا همون حسن شمخانی، محمد حسین شمخانی،
زهرا شمخانی، علی شمخانی. محمد حسین شمخانی پسر بزرگ حاج علی آقا سرلشکر، نماینده آقا در شورای عالی امنیت ملی است. از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ التحصیل شدن. ایشون هر ترم این دانشگاه یعنی هر سه ماه $10,000 شهریه‌شه. حسین و حسن شمخانی مدیران شرکت کشتیرانی ادمیرال گروپ هن که تو تهران، دبی، بمبئی، بمبئی حالا و سنگاپور دفتر داره. کشتی‌های باری شمخانی زیر پوشش همین ادمیرال گروپ فعالیت میکنن. برادرزاده های شمخانی که به سردار حاج علی آقا سرلشکر میگن عموجون، اونام نونشون تو روغنه. موعود شمخانی 22 سالشه، سرپرست معاونت عمرانی منطقه آزاد اروند. هادی شمخانی این گل پسر اصلا 22 سالش هم ظاهرا نشده، در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه مشغولن. ایشون به اسم کارشناس سیاسی خاورمیانه مقیم مسکو هستن. ایشون بذارین درباره نقش سیف بگم. من نقشه سیف رئیس کل قبلی بانک مرکزی، تخصیص ارز به بانک‌ها و شرکت‌های تولیدی و مالی به سیف مربوطه، مربوط بود تا زمانی که رئیس کل بانک مرکزی بود از اول دولت. سیف از طریق علیرضا شیرانی چارسوقی به علی انصاری بس میشه. علیرضا شیرانی چارسوقی از زمان بانک تات و عضویت در هیئت امنای بانک تات صندوقدار علی انصاری بوده، با اون بوده. قبلا تو روزنامه اطلاعات کار میکرد، بعد اومد به معاونت بانک مرکزی زیر دست سیف، بعد از طرف بانک مرکزی شد رئیس شعب بانک صادرات در امارات. به اتهام تخلف مالی سازمان بازرسی گیرش انداخت. ناطق نوری، علی اکبر ناطق نوری دخالت کرد و جلوی حتی تعویض او رو از اون پست گرفت. ناطق نوری مثلا چیکار است؟ رئیس بازرسی دفتر آقای امام خامنه ای بود و رفیق فابریک سیف دی، آدم گنده ای است این مافیای حکومت. ناطق و سیف هر دو زورخونه چی ان و یار بازو. بعد از اینکه سیف و روحانی تحت فشار مردم مال باخته کنار گذاشت، کردش مشاور مالی و پولی رئیس جمهور. از اونجا برش داشت، کردش معاون مالی رئیس جمهور. روحانی ها سیفو. بعد وزیر ورزش همین آقای سیفو کرد عضو هیئت رئیسه فدراسیون ورزش‌های زورخانی و کشتی پهلوانی. 23 شهریور 98 ولی الله سیف که خود از پیشکسوتان ورزش زورخانه ای است، از مدیران ارشد اجرایی کشور محسوب می شود که هم اکنون به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی فعالیت می کند و به عنوان مدرس و عضو هیئت علمی دانشگاه و فلان و بهمان و اینا. احداث زورخانه بانک مرکزی ایران، مرمت و بازسازی زورخانه بانک ملی از دیگر خدمات ارزنده ایشان به ورزش ملی و تاریخی کشورمان است. ناطق نوری و سیف رابطه نزدیکی دارن، هم نزدیکی غارتگرانه هم نزدیکی زورخانه‌ای. زورخونه بانک مرکزی رو که سیف را میندازه، از ناطق نوری دعوت میکنه بیاد اونجا رو افتتاح کنه. خب سیف و انصاری چجوری به هم وصل میشن؟ از طریق شیرانی چارسوقی که گفتم. بانک آینده که مال علی انصاری، مبالغ هنگفتی تسهیلات داده بود به برای ساخت ایران مال که مال علی انصاریه. قضیه که روشد بانک مرکزی بعد عکس العمل نشون میداد دیگه. شیرانی که تو معاونت بانک مرکزی بود، معاون سیف بود، واسط شد. حالا اگه عکس شیرانی رو میتونیم نشون بدیم، دوباره نشون بدیم خوبه. واسط شد بین انصاری و سیف که راه حل وثیقه گذاشتن سند ایران مال رو پیدا کردن دیگه. که میدونید سیف این وسط چقدر گرفت نمیدونم، ولی میدونم که رشوهشو از طریق شرکتی به اسم نور در کانادا میگرفته یا هنوزم میگیره. همسر و دختر بزرگ سیف به اسم زهرا سیف، دختر بزرگش به اسم زهرا سیف و همینطور گلپسرش به اسم علی سیف شهروند کانادا هستن. دختر کوچیکه نرگس شهروند استرالیاست. همه از کانادا رفتن استرالیا و در اونجا ساکنن. سیف خودش رابطه مستقیم با شرکت نور البته که نداره. دختر و پسر و دامادش وقتی کانادا بودن مبالغی را که نمیدونم چقدر از نور در کانادا گرفتن، یعنی پولا رو به اسم شرکت نور منتقل میکنن کانادا، اونجا شرکت نور میریزه به حساب خانواده سیف. مفسدان اقتصادی رو دارن آقای رئیسی و اینا دارن دنبال میکنن و محاکمه میکنن. مهمه
این آقای علیرضا شیرانی چارسوقی. مرسی. مهمه، بله مهمه که دارن محاکمه میکنن مفسدان اقتصادی رو یکی یکی. چی چیش مهمه؟ محاکمهشون؟ نه بابا، این که بدونیم چرا محاکمهشون میکنن. قبلنم گفتم که تنها هدف جمهوری اسلامی نمایش مبارزه با فساد اقتصادی. چاقو دست خود چا هرگز نمیبره. هر کسی رو از درون این مافیا گرفتن یا مثلا براش پرونده درست کردن، برش داشتن گذاشتنش توی پست دیگه، از سیف بگیرین که ریاست بانک مرکزی برش میدارن، میذارنش مشاور مالی رئیس جمهور، تا اون آقای شهردار قالیباف با اون پرونده کلفت املاک نجومی که امام خامنه‌ای میذارتش عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که مصلحت نظام رو تشخیص بده. و یک نمونه کوچیکم خدمتتون عرض کنم، آقایی که به دلیل فساد در شهرداری قالیباف محکوم میشه، همین سال 96 به 5 سال محرومیت از شغل دولتی، میشود رئیس سازمان فرهنگی شهرداری. میبینین دیگه وزیر بعد اسمش چیه؟ من اسمشو نمیتونم بخونم. اسم این آقای خب گذشت، میگر آب به جان خودم اگر من نتونم اسم اینو پیدا کنم. همین عکسی که الان پخش کردین جلو نمیرم اصلا، حتی به پرده آخرم نمیرم. آفرین آفرین، آقای امرودی. 5 سال این آقا دادگاه محکومش کرده است و الان دوباره داره میاد سر کار. آقا جان بگذاریم، وزیر بهداشت میگه 44% بیکاران کشور لیسانس به بالا هستند. بریم پرده آخر. بالاخره ان الحسین دوبه، ان الحسین دوبه کما یوزم، کما یوزم هم کبک، اما لا الهن، لا الهن دوبه دیگه ترجمه نمیشه، اما مصیبتی شب و روزگار خوش.